توی این ویدیو قراره که فریزر 14 درجه سانتیگراد رو بهتون نشون بدیم. این فریزر 4 دره که هر کدوم از این درها ظرفیت 1 پلت بار رو داره. پروژه فریزر در طی 1 ماه با بودجه 10,000 دلار ساخته شده. درود بر شما. این یک فریزر همونطور که می‌بینی 4 تا در داره، هر کدوم ظرفیت 1 پلت رو داره. این با حدود 10,000 دلار توسط بنده طی یک ماه ساخته شده. بله، این ترتیب که می‌بینید از بالاش هم می‌تونید استفاده بکنید برای طبقه های قرار دادن بار و اینم یخچال. خب ما در این مرحله ساخته های دیوارهای پشتی رو هم در واقع کار کردیم. دوتا دیواره که طرفین رو قرار داشته باشن، دیوارهای پشتم کار کردیم و این چوبا به دلیل اینکه فشار زیادی رو قرار تحمل بکنن تعداد پایه ها رو بیشتر گرفتم و این هم چوب عمودی و هم چوب افقی به هم دیگه قفل شدن که در نهایت وقتی که سقف رو ما کار می‌کنیم می‌خوایم که 4 تا پلت هم روی این سقف تحمل وزن داشته باشه و این دیوار کنارمون هم خیلی قشنگ یه دست و مرتب جور در اومد و خیلی خوب شد. الان کاملا راهروی ما هم از این طرف و هم از این طرف قشنگ هم راست با دو طرف قرار گرفت و اما فاصله لبه تا این خط میانی هم همینطور که بینید هم از این طرف و هم از طرف دوم کاملا یکی هست. در نتیجه این فاصله خیلی دقیق و مرتب در میاد. دیوار پشتی ما چون عایق شده قبلا به خاطر اون یخچالی که پشتشه نیاز به عایق نداره، ولی دیوارهای جانبی رو ما مرحله بعدی با این اینسولیشن در واقع پر خواهیم کرد و دوباره یه ورق دیگه به عنوان روکش روش قرار خواهیم داد و بعد از این میریم تو مرحله تیرهای سقف تا اینی که ببینیم که سقف رو به چه شکلی میخوایم کار بکنیم. ما برای سقف باید به اندازه یک واحد جا برای سیستم خنک کننده قرار بدیم. در نتیجه 3 تا پلت بیشتر اینجا جا قرار نمیگیره و من ترجیح میدم که اون یونیت رو ببرم بگارم وسط، یه دونه اون طرف و 2 تا پلت این طرف باشه. خب در این مرحله ما عایق‌های دیوارهای جانبی و این ها فاصله‌ای که بین دیوار قبلی و در کف قرار داشته بود رو پر کردیم، رو آماده ایم که بیایم دو طرف در پوشاش رو بزنیم سر جاش. قطر ضخامت اینسولیشن رو میبینید حدود 2 اینچ، بیشتر البته 3 اینچ هستش و ما بعد از این مرحله میریم برای سقف و هم کفش هم عایق کردنش. دیوار پشتم که چون مربوط به فریزر و یخچال قبلی هستش قبلا عایق شده و نیاز رو به عایق کردن نداره، فقط اون چوبا رو گذیم به عنوان نگه دارنده یه وزن این ساقه که بالا قرار روی سقف بیاد و یعنی دیوار پشت کاملا عایق. خب این دیوارهای بغل هم توی این پروژه نصب شد و ضخامت اینسولیشن هم این نیستش، در واقع اینه، برای اینکه داخل اینم پشم شیشه هستش و خیلی خوب در اومد. این ضخامت فقط برای اینی که روی چوبا رو گرفته، ولی عمق چوب هم داخلش هست و بیش از 7 سانتی متر. این دیوار به این شکل بسته شد و روش از این روکش های سفید قراره بخوره. این دیوار هم به همین ترتیب و با همون منطق
هر دو طرف کاملا عایقه، پایینم که همینطور. حالا اون نوار اونجا رو باید ببریم بندازیم و بریم برای سقف. خب ما امروز میخوایم که این درهایی که ضد آتیش هستش و نوشته 90 دقیقه در اثر آتش سوزی تحمل میکنه، بسیار چیز قشنگ و عالی هست، از اینا 4 تا گرفتیم که ابعادش در واقع 48 اینچ ارتفاع عمودیشه و 44 اینچ هم عرضش هستش. برای اینها 2 تا قانون وجود داره، دست چپ و دست راست. ما 2 تاشو رایت هند گرفتیم، 2 تاشو لفت هند. الان این 2 تا رو دقت کنید، از این طرف عین هم هستش، ستون‌های سمت چپه که رو هر دوتاش کلمه لفت هند رو میبینید، هم نوشته لفت هند، این ور هم نوشته لفت هند. به این طرف هم که بیام، طرف مقابلش که لولاها باشه، باگم لفت هند و لفت هند رو میبینید که این دوتا لولا به این شکله و این در به این شکله. پس یعنی من اگه با دست چپ اگر باشم که رو دارم فیلم میگیرم، در رو باک میکنم و در باک میشه به این سمت میاد این طرف، این جهت چرخش دره. از طرف مقابل این دوتا ستون که روش نوشته رایت هند یا آر اچ نوشته، که اینجا مشخصه آر اچ و برای این یکی هم همینطور کوشش، اینم آر اچ، یعنی لولاها این طرفه و درا هم با به این ترتیب قسمتش. باگم اینجا من یه دونه آر اچ اینجا دارم میبینم، یه دونه هم آر اچ اینجا. این یعنی لولای سمت راست، یعنی در به این شکل باز میشه با دست راست و میچرخه میاد این طرف. پس فرق آر اچ و ال اچ، رایت هند و لفت هند رو میبینید. الان این درا واک میشه میان وسط و این یکی از این طرف واک میشه، هر دوتا در کنار هم قرار میگیره. خب برای اینها 4 تا تاج هم وجود داره. بله، این تاج هایی که در بالای سر قرار میگیره، هر 4 تاش این همه دیگه چپ و راست نداره و لیبلاش هم که نگاه میکنیم، هر دوتا همگی یک چیگ رو داره نشون میده، اینها هیچ کدوم چپ و راست نداره، پس اینش مشترکه. اینا از بالا میخوره و قراره که ما، بله، این فریبری که الان اونجا هست به این شکل، طولش رو ما 16 فیت در نظر گرفتیم که قراره که 4 تا در اینجا به این شکل رفت بشه، 4 تا پلت اینجا به خاطر همین گذاشتیم و قراره که درا رو در واقع 2 تا چپ 2 تا راست به این شکل ما قرار بدیم که این 2 تا بیاد کنار هم و قطع باز بشه و یکی بره اون طرف، برای که لیفتراک میخواد به چرخه، در این طرف باید به این سمت باز بشه که بار راحت بره تو و در اون طرف هم چون از اون بر ما میخواد بپیچیم، بهتره که این بر باز بشه به راحتی بپیچه و بره تو. اگر ما این در از این طرف باز بکنیم، این فضای اینجا رو یک کمی نشون بدید، جامون کم میشه. پس این در ما حتما باید در واقع به این سمت باز بشه، بیاد اینجا که اونجا بار بپیچه بیاد بریم. این یکی هم با دیگه این بر جا داریم، بهتره این طرف باز بشه. این یکی باید دیگه نداریم که، باید از این بر باز بشه و این طرفی هم باید به این طرف باز بشه. حالا ما بعد از نصب کامل با هم دیگه ببینیم چه ترکیبی رو میتونیم پیاده کنیم. من روی فیلم به شما نشون میدم. خیلی همون دره کش دیدید و الان دقت کنید، همه درها اینا به تو وا میشه. ما در مورد اون پروژه میخوام در رو به بیرون باز کنیم، چون اگه به تو باز کنیم پرته که بگاریم تو در ببندیم. در این حال ببینید، این الان در دستگیرش سمت چپ، من با دست چپ باز میکنم میرم تو پشی بیار داخل. ببینید این دوتا در نمونه هاش، یکیش چپه یکیش راست، دقت کنید. اینو من با راست باز میکنم میرم تو،
و این یکی دستگیرش این طرفه، به چپ بارک میکنم بیرم تو. در مورد تو رفتن چپ و راست معنی دارد، ولی موقعی که ما به بیرون میخوایم بارک بکنیم شکل کار 180 درجه میچرخه. الان بیاین داخل. این صحنه واقعیه که ما میخوایم اونجا پیاده بکنیم. الان من با دست راست در وا میکنم، در واقع اون توی یخچال میاد این طرف و اون یکی هم تشریف بیار اینجا. این جهتش با دست چپ باف میکنم، در واقع بیرون ها دیگه، این توی کاره در واقع. حالا شاید برای این پروژه ما همه اگر راست باف میشد بهتر بود. ما با توجه به اینکه این نمونه ها بود فکر کردیم روی مطلب، ولی محدودیت ما روی مارکت بود. اولا این در و 350 دلار توی این بازاری که هر روز داره گرون میشه ما نمیتونستیم گیر بیاریم، روی 500 تا 600 دلار بود. ولی و اندازه که ما میخواستیم، چون 44 اینچ میخواستیم که 42 اینچ تو در تو به ما بده که پلت رو ما بتونیم رد کنیم تو به راحتی، این ارزم تو مارکت کم بود. در معمولی مثل این 42 اینچ زیاد هستش، ولی اونها عریض بود و قیمتش خوب بود. منتها فروشنده گفت من دو تا راست دارم دو تا چپ. ما به لحاظ محدودیت بازار و بودجمون گفتیم که خوبه، یه تخفیف خوبم رو شیپینگش به ما داد. به این جهت بود که ما دو تا چپ دو تا راست و اون کل موجودیش همین بود. حالا میخوام با چی بگه موجوده بریم فروشن رو حل بکنیم، ببینیم چی میشه. تو فیلم بعدی خواهید دید. شاد باشید. مرسی. اگه علاقه من به این سبک ویدیو هستین حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. لایک و کامنت این ویدیو یادتون نره.